دکتر جعفر نژاد به اتاق عمل. بیمار بیهوش شده؟ بله. کاتر لطفاً. چسب. کنته لطفا. کنته. قلموی محو کن. پاکنه فرچه ای. مریض داره از حال میره، لطفاً پاکن فرچه ای بده. پاکن فرچه ای بیرا. پاکن فرچه ای مریض داره میمیره. دیدی؟ اگه تو هم ابزارتو نشناسی نقاشیاتو میکشی. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ به بلک آرت خوش اومدید. امیدوارم کنار هم دیگه کلی تکنیک های سیاه‌قلمو آموزش ببینیم. پس من سابسکرایب کنید تا با هم کلی چیزای خوب یاد بگیریم. همراه من باشید. قدم دوم برای نقاش کشیدن شناخت ابزاره. شما هر کاری که بخواید انجام بدید، چه بخواید دکتر باشید، چه بخواید نمیدونم تعمیرکار باشید، باید ابزارتون رو بشناسید. ابزارهای زیادی وجود داره برای سیاه‌قلم. حالا من یه سریاشو بهتون معرفی میکنم. دیگه بستگی داره به اون راحتی خودتون، تکنیک خودتون میتونید از اون ابزارها استفاده کنید. حالا من مشترکا رو میگم، بیاین تا ببینید. اولین ابزاری که باید بشناسید برای سیاه‌قلم پاکن‌ها هستن. من یه سری از پاکن‌هایی که لازم هست برای سیاه‌قلم رو بهتون معرفی میکنم. اولین پاکن که استفاده میشه پاکن‌های اتودی هستن، که یکی پاکن سری با درشتر، یکی هم سری ریستر که مونوزیرو معمولا دیگه معروفه برای این پاکن سری ریز. معمولا هم برای خطوط نازک و روشن و بافت مو استفاده میشن به این صورت. پاکن بعدی که استفاده میشه پاکن های فرچه ای هستن. خیلی نقش مهمی دارن توی نقاشی های سیاه قلم و برای روشنایی های ضعیف و بافت پوست و از بین بردن لکه ها و اینها استفاده میشن به این صورت که میبینید. خیلی روشنایی های کم ایجاد میکنه. پاکن های بعدی پاکن های برقی هستن که توی بازار معمولا مارک تیهو و تکنیکال خیلی معروف هستش. دو تا سری دارن، یکی سری ریز و یکی سری درشت، و معمولا هم برای روشنایی های خیلی شدید و نورها و برقهای خیلی شدید استفاده میشن به این صورت که میبینید. خیلی نورهای شدید میندازه. پاکن بعدی پاکن های خمیری هستن. پاکن خمیری مارکای زیاد داره، معمولا فابرکاستل استفاده میکنن، خیلی مارکی هستش که زیاد رایجه.
و این پاکن هم برای بافت پوست و روشنایی های ضعیف استفاده میشه. خیلی ضعیف، یعنی بعضی وقتا حتی ضعیفتر هم هست نسبت به پاکن فرچه ای. ببینید خیلی ضعیف به این صورت. بعد یا محفکن ها هستن. محفکن ها برای بافت پوست، لکه های پوستی و اینا، مثلا این قسمت ما میتونید، شما میتونید لکه های پوستی رو ایجاد کنیم. مارک ایرانی هستش به اسم هیرو که نسبتا مناسب قیمتش، ما میتونید تهیه کنید. مارک کریتا کالر هم هست، قیمت بالاتری داره ولی خب از کیفیت بهتری هم برخوردار هست. بعدی خودکار ژله‌ای هست. مارک های مختلفی داره، من از کوین استفاده میکنم و باز هم برای برق های خیلی شدید، همجور که میبینید خیلی برق های شدید میندازه و باید حواستون باشه که برای استفاده ازش نقاشیتون رو مصنوعی نکنید، خیلی زیاد استفاده نکنید. ابزار بعدی که باید یاد بگیرید کنته ها هستن. کنته ها مارک های مختلفی دارن، من از کنته پاریس استفاده می کنم و معمولا هم وقتی خط یا می کشیم پخش خیلی زیادی داره، خط های تیره و تاریک های مطلق معمولا باهاش می کشن. کنته بعدی که نسبتا قیمت مناسب تری داره توی بازار کنته مریس هستش و نسبت به کنته پاریس یا حالا کنته های فابر کاستل خیلی پخش کمتری داره، همجوری که میبینید خیلی کمتر پخش میشه و یکم تیرگی کمتری هم داره به این صورت. کنته دیگه کنته های فابر کاستل من گرفتم، کنته های سفید هستش، سافت و هارد و مدیوم دارن و باز هم برای از بین بردن لکه یا همون بافت پوست اینا استفاده میشن کنته های سفید. من از مدادهای لوموگراف هم استفاده میکنم برای گذاشتن موژه یا ابرو و مو خیلی استفاده میشه و چون خیلی پخش کمتری داره خیلی بهتر هستش برای انداختن موژه ها و تارهای مو و ابرو. بعدی زغال های کریتا کالر هستن که من حالا هم پودرش کردم، اینجا به این صورت هم پودر شدهش هست ولی باید به صورت زغال های فشرده تهیهش کنید. به این صورت من همشو پودر کردم، تهیه کنید و پودر کنید. دوده های ریپن هم هستن که میتونید تهیه کنید، قیمت مناسب تری دارن نسبت به دوده های کریتا کالر و خیلی چربتر هستن نسبت به زغال های کریتا کالر و تیرگی های خیلی بیشتر و عمیق‌تری ایجاد میکنن. معمولا زغال های کریتا کالر برای بافت های پوستی استفاده میشن چون میخوایم بافت پوست رو اینجور جا بزنید، خیلی تیره نمیکنه و خوبه. آموزش بعدی آموزش قلمه ها هستن. من قلمه هایی که استفاده میکنم و اینجا بهتون معرفی میکنم و بستگی به نیازتون میتونید ازشون استفاده کنید، خیلی هاشون شاید یه کاربرد مشترک داشته باشن، بازم من همه رو براتون معرفی میکنم که چجوری هستن. قلموی اول قلموهای 21-25 هستن. این قلموها میبینید سریاشون خیلی سریای تخت و نازکی دارن و برای خطگذاری یا خطوط صاف، دورگیری یا لبگیری، در کل برای خطگذاری استفاده میشن، مثل این دوتا خطی که گذاشتم اینا با این قلموهای دست سبز هستن. قلموی بعدی قلموهای که همین کاربرد رو دارن فقط تیره تر هستن، قلموهای 21-13 که داخل پودر که بزنیم خیلی دقت کنید خطوط تیره تری میذارن ولی یکم پخششون بیشتره، باز هم برای مو استفاده میشن و خط گذاری و حجم دهی. تقریبا کاربردشون یکیه ولی پخش بیشتری دارن و چون سریع نرمتری هم دارن پخش میشن، پخش بیشتری دارن و تیره تر هم هستن.
قلم موهایی که استفاده میکنم خیلی زیاد معمولا برای حجم دهی صورت هست و قلم موهای رها وردن. داخل حجم دهی صورت، پشت چشم یا بینی و اینها استفاده میشن به این صورت. حالا من خیلی زدم توی پودر، فقط نباید تیره میشون. برای حجم گذاری استفاده میشن داخل صورت. قلموهای بعدی قلموهای 2392 دست قرمز هستن که به اینا میگن قلموهای محو کن. این قلموها برای بافت صورت زیر کار استفاده میشن و با لایه لایه خیلی لایه لایه کار کنید. میبینید خیلی کم رنگن. برای بافت های صورت روشن استفاده میشن. باید لایه لایه بذارید، کم طول میکشه ولی خب کارتون تمیزتر در میاد به این صورت، خیلی روشن‌تر است. این برای روی کار هست، این برای زیر کار رها بردار. قلموهای بعدی قلموهای 11-11 هستن که بازم برای تیرگی های خیلی شدید. من الان اینجا کوچیک‌ترش هم دارم. قلموهای 11-11 به این صورت، اینا هم تیرگی های خیلی شدید میذاره و حالت محو میکنه و توی خرد مقوا میبره کامل زغال رو. باز هم برای تیرگی ها، قسمت های تیره پشت چشم، بینی، گوش و لب استفاده میشه. این یعنی قلم ها، اینا برای خود بافت صورتن، اینا برای ریزه کاری ها و بافت های چشم و بینی و لب و اینا ها استفاده میشن. برای موی زبان گربه هم میشه استفاده کرد برای بازم برای همین حجم گذاری و تیره گذاری ها. مثل قلم های رهاوردن تقریبا استفاده مشابهی دارن ولی خیلی تیره گذاری باید حواستون باشه، خیلی خیلی تیره گذاری بیشتری میذارن میبینید و یهو مثلا خیلی پخش میشن، باید حواستون باشه و خیلی لکه گذاری دارن، باید بتونید یک دست در بیارید وگرنه کارتون لکه میشه. یعنی اگه هنوز مبتدی هستید بهتر که از قلم‌های رهاورد استفاده کنید و برای حرفه‌ای‌تر شدن کارتون راحت‌تر بشه این قلمو بهتره، ولی خب باید حواستون باشه کارتون لکه نشه. قلم‌های ماکو هم هستن که برای نقاشی توی سایزهای بزرگتر، چون قلم‌های کوچیک‌تر باعث میشه که کارتون لکه بشه و قلم‌های ماکو باعث میشه که یک دست و یک پارچه باشه اون توی حجم بزرگ که میخواید کار کنید. قلموهای 21-14 هستش، قلموهای حالت زبان گربه‌ای هستن. این قلموها هم بازم برای قسمت‌های ریز صورت استفاده میشه، جاهایی که ریز کاری دارن و خیلی نرم بافت گذاری میکنن. این صورت خیلی نرم کار میشه، خیلی زبر نیست مثل قلموهای 11-11 صورت. آموزش امروز رو دوست داشته باشید و براتون کاربردی باشه. منو سابسکرایب کنید و منتظر آموزش‌های بعدی من باشید. خدا نگهدار.